لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا بناء الله ما بناء شما را دور ندارین که به میان آمدن یک انسان خوب که هم آهنگی با کائنات داشته باشه، همسویی با کائنات داشته باشه، کائنات خوشحال میشه. و یک انسانی که با کائنات همسویی و ماهنگی در عبادت خدا نداشته باشه، در تسبیح نداشته باشه، در ذکر نداشته باشه، کائنات خفه میشه با آمدنش. در عربا یک ضرب المثل است که میگه فلانون کره المکان و اقامته بود، امی زمین بودن از او آدم بد میبینه که در سرش زندگی میکنه. بنان انسانای بد کدام است؟ اونمو کسایی است که با کائنات همسویی نداره. کائنات سویش کدام طرف است؟ طرفش کدام طرف است؟ جهتش کدام جهت است؟ جهت ذکر و تسبیح و نماز است. علم تره سجده است. ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. سجده میکنن به خدا، چیزی که در زمین و در آسمان است. ما تصور میکنیم، تصور ما ایست که کائنات زنده نیستن. بیشک این تصور درست است از دید ما. دید ما کائنات زنده نیست، درخ زنده نیست، چوب زنده نیست، زمین زنده نیست، خاک زنده نیست، سنگ زنده نیست. اما در حقیقت کائنات زبان داره، زنده استن، امر خدا را قبول میکنن. و کائنات هیچ وقت از اوامر رب العالمین نافرمانی نمی کنن. بناهن دور نیست که بگوییم کائنات نسبت به انسان ها زیاد خدا را تسبیح میگن و زیاد خدا را میشناسن. الکون اکثر تسبیحا و اکثر معرفتا لله بنسبت الانسان. کائنات نسبت به انسان زیادتر تسبیح میگن و زیادتر خدا را میشناسن. خب ما برات گفتیم که کائنات خوشحالی داره، خفگی داره، گریان داره. الله تعالی میگه که و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. در کائنات هیچ چیزی وجود نداره که تسبیح خدا را نگوید. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. زمین کل کائنات به یک آواز طرف ملکوت اعلی ای آواز روان هستند. سبحان الله گفته میرن. مگر مشکل در کجاست؟ و این من شیء، نیست هیچ چیزی در کائنات، در مخلوقات که غیر از رب العالمین دیگه کل مخلوق است. الا یسبح بحمده، مگر که تسبیح خداوند میگه. یکی میگه اگه انسان تسبیح بگه یا نگویه، ما و شما به اندازه ریگ یک صحرای خرد هم نیستیم. کل انسان ها، کل کائنات تسبیح میگه. ولیکن چیز مشکل، ولیکن لا تفقهون تسبیح ها. شما تسبیحش نمیفهمید. عدم فهم شما دلیل از این نیست که او تسبیح نمیگه. عدم فهم شما دلیل از این نیست که او تسبیح نمیگه. مثلا یک نفر در قریه میگیره، یک تلویزیون میخره، ریموت کنترل تلویزیون چالان میکنه، میگه ولی اینا نمیفهمه کی تلویزیون کی جور کردی، پیکچر چه قسمی آیا، آواز چه قسمی، اینا نمیفهمه. فهم از این آدم قروی معنایش نیست که تلویزیون وجود نداره و پیکچر وجود نداره. متوجه هستی؟ ولکن لا تفقهون تسبیحا. ما و شما تسبیح از وره نمیفهمیم. بیان که یک مثال آسانتر براتون بگویم. آل یک نفر به زبان چینایی تسبیح بگه، کدام ما و شما میفهمیم؟ نمیفهمیم. مرا در چین ببری تسبیح بگویم چی میگه، چی گفتی آدم؟ اینمی تو تسبیح کائنات هم نمیفهمیم. اینمی استعداد و اینمی کپاسیتی و ظرفیت خدا به ما نداده که تسبیح کائنات بفهمیم. ولی خداوند در بسا اوقات، در بسا اوقات اینمی استعداد به انسان ها داده که زبان چی را بفهمه، زبان موجودات و کائنات بفهمه. در بسا اوقات خداوند اینمی استعداد برای خیلی کسا داده که زبان کائنات و موجودات بفهمه. مثلا من پیشتر براتان گفتم که کائنات به میان آمدن یک انسان خوب خوشحال میشه و به آمدن یک انسان خراب خفه میشه.
بناهن دور ندانین، مستبعد ندانین که وقتی که پیغمبر اسلام تولد میشه قصر قصرا قصرا قصر شکست میکنه. دور ندانین که آتشکده زردشت خاموش میشه. این آتشکده را ما خواندم 1000 سال خاموش نشده بود. زر کال خاموش و اینه و سو نفر پا که کار کرد. 15000 نفر پا که کار کرد. 15000 کسان پا که کار کرد در زردشت آتشکده بانده. او زر کال ده اور پا که و. خوچه رسول صلی اللہ علیہ وسلم تولد کی گده خاموش کی گی. ده خوشحالی نم. ما ایران میکی چی گرد. پا دی که بیا شک مکوید. چی پا مکی مکرمه که دریس و اشپیته بود در طول غرزی گی. خیلی انسان را غلیده چی در خلق منسر منسجم کهی. در خلق منسر منسجم کهی. کائنات. کائنات شوق خیی. علاقه خیی. رغبت خیی کائنات. که آدمی خوب آمد. حالی ما برتان میگم. دو دلیل دیگه برت میگم. یکی معجزه است. یکی معجزه برتان پسان را گپ میزنم. یکی امسویی کائنات با مردم های خوب و مردم های متقی و مردم های چی هستن؟ مردم های مهذب. ببینید حضرت مریم رضی الله تعالی عنها پیغمبر نبود. آمد وقتی که قصهش به شما معروف است که اولاد برش پیدا میشد، جبریل برش گفت که بازمی درخت خرما را تکان بده برات خرما میفتن. چیکو؟ درخت خرما را تکان بده برات خرما میفتن. مفسرین نشته میکنن که وقتی که اولاد میکنه عیسی علیه السلام خدا برش میته، چون مریم با کائنات هماهنگی داره، هم نظر از با کائنات، به خدا تسلیم است. به خدا تسلیم است. این درخت خرما را برین 3 نفر شور بتین یک خرما نمیفته. مریم میتو دکیش میداد پیش روش خرما کوک میشه. او مریم این مریضی که اولاد کرده چقدر ضعیف می باشه. درختای خرما را شما دیدین و خود خرما را هم دیدین بسیار محکم می باشه. اگر می گفتیم درخت سیب خو یک امکان داشت، خداوند میگه که بگو درخت خرما را شور بتو برات خرما میفته. درخت خرما که دکی اند قصه دیگه است که علی هدهد دعوا که داره سر بلقیس ملکه سبا سرش دعوا داره که با ما هم سوام نیست، افتوا پرستش میکنه، خدا را پرستش نمیکنه. خب آله گپ ما ایست که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم یکی از معجزات عظیم پیغمبر اسلام، این مفسرین سخت ارتباط دادن امی خود حادثه فیل است. حادثه فیل در عامی فیل پیغمبر تولد میشه. امو سال ابراهیم یاید. یا الله این قصه را دقیق خوب به دقت گوش کنیم برادرم. امو سال ابراهیم یاید که کعبه را بیران کنه. کعبه را بیران کنه. شطرهای عبدالمطلب هم ذبح میکنه، میخوره نوش جان میکنه. و عبدالمطلب که برش میره که شطر تاوان شبته. ابراهیم سرش ریشخند میزنه که ما آمدیم که خانه خدای تا بیران کنم، تو تاوان شطر میخوای. عبدالمطلب هم میگه که انا رب الابل ولی البیت رب. ما خو مالک شطر هستم. ما توان شطر هست پیشت میگیرم. او خانه از خود مالک دارور به ما غرض نیست. ما برتان گفته بودم یک وقت که کفار قریش به توحید الوهیت باور داشتن که یک خدا وجود داره. شیطان باور داره که خدا وجود داره. از خدا. از او کس انکار کرده نمیتانه. خب یا که میاین ایجا خداوند چی میکنه؟ خداوند چون در امی سال پیغمبرش تولد شده بناهن خانه کعبه را از ضرر نجات میده، امی قالب ظاهریش از ضرر نجات میده. چرا؟ برای حفاظت قضایای معنوی از این خانه یک پیغمبر نو تولد شده. نباید در وقت پیغمبر اسلام این خانه بیران شود، در حالی که این خانه چندین بار بیران شده. در وقت ابراهیم علیه السلام بیران شد، خود از قبیله جرهم سابقه بود، میگه از حضرت ابراهیم ساخته شده بود. بعضی مردم میگه از وقت حضرت آدم است. تاریخی چی داره؟ باز در وقت پیغمبر اسلام سیل آمده ای را برده خراب شد، دوباره جور کردنی. ولی چرا خداوند امسال ابراهیم را اجازه نمیده که داخل کعبه شود و کعبه را بیران کنه؟
دیوارش از بین ببره. به خاطر که اگه این دیوارا از بین بره، بناهن تولد یا بعثت پیغمبری که معنای روحی و معنوی کبر نگاه میکنه چی فایده داره؟ چی میکنه؟ آره شما ببینید. الم تره کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل. آیا تو ندیدی که خدا چی کرد با اصحاب فیل؟ پیغمبر اسلام خود ندیدنی؟ پیغمبر اسلام خود بعیث قصاص خدا شنید. بجای علم تره چرا برش نگم که علم تعلم؟ آیا تو نمیدانی؟ که ما برات گفتم وقتی خدا برش بگه علم میشه دیگه. اما اینجا برش نگه علم تره. آیا تو ندیدی؟ چرا ندیدی؟ پیغمبر خود ندیده بود، خورد بود، نه متولد شده بود. پیغمبر ندیده بود ولی خدا برش میگه علم تره. علم تعلم برش نمیگه. چرا؟ میگه وقتی که خبر از طرف رب العالمین باشه، مسلمان ها او را باید طوری قبول کنه که به چشم خود دیده، چون خدا دیده چشم از او چشم خدا سوام دیده. و مو حدیث دیگه که وقتی که شما عمل صالح میکنه، ما دستتان میشم و ما چشمتان میشم، یعنی حقایق میبینین توسط ما. کنتو عینه التي تبصر بها و رجله التي تمشی بها و یده التي تلمس بها او کما قال. ما که دیدیم مثل که خودت دیدی. خب اینجا یک نقطه را بعضی مفسرین ما او روز براتان گفتم که میخواین به خاطر که زیر تبلیغات مردمای مستشرق و مسیحی و یهودی آمدن، میخواین امی تمام چیزا را قاری سبی گپا گوش، میخواین تمام چیزا را یکمک به امی عقل ارتباط بتن، مسائل دین ما را به عقل ارتباط بتن، در حالی که ادیان با عقل کار نداره. ادیان با عقل کار نداره. لا اله الا الله لا اله